وقتتون بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین صحت و سلامت و لباس عافیت بر تن داشته باشین. خوش آمدین به برنامه کاروبار امروز با من لیزا و مری. طبق وعده ما امروز هم مهماندار هستم و در کنارش بسته معلوماتی هم آماده کردیم. البته ما تلاش میکنیم که موضوعات مهم اقتصادی را بر شما در قالب یک پکیج معلوماتی یا بسته معلوماتی البته آماده بسازیم تا شما معلوماتی که میخواین را از با دیدن ویدیوی ما عکس بکنین. البته امروز بسته تصویری که در موردش معلومات البته جمع‌آوری کردیم در مورد معافیت مالیاتی هست. اینکه معافیت مالیاتی چی هست و کدام ویژگی ها را داره با هم میریم میبینیم و دوباره برمیگردیم. معافیت مالیاتی مالیات همواره یکی از درآمدهای اصلی دولت بوده است. در دنیای مدرن، مالیات نقش انکار نشدنی در اداره جامعه و توزیع ثروت عمومی داشته است. اما قانونگذاران و دولت‌ها برای تشویق کارآفرینان، کسب و کارها و فعالان اقتصادی برای خلق ثروت بیشتر و همچنین کمک به توسعه اقتصادی برای برخی فعالیت‌ها معافیت راه‌های مالیاتی وضع کردند. آشنایی با قوانین و قانون معافیت مالیاتی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد و از طرف دیگر به توسعه همه جانبه کشور کمک کند. در هر کشور منابع درآمدی و سرمایه مردم شامل پرداخت مالیات به حکومتان کشور می شود. معافیت مالیاتی را می توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می گیرد. شارل مانتسکیو در کتاب روح القوانین خود هدف از معافیت‌های مالیاتی را تعدیل در شرایط افراد می داند که دچار آسیب شده یا در مناطق محروم و توسعه یافته زندگی می کنند. قوانین برخی کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته حاوی نکات ارزشمندی در رابطه با موارد معافیت مالیاتی است. یکی از این نکات رخصتی مالیاتی یا معافیت موقت مالیاتی است که به مدت چند سال به صنایع جدید و نوپا جهت مهیا نمودن شرایط پیشرفت و توسعه ایشان داده می شود. از مهمترین موضوعات حوزه مالیاتی باید به معافیت مالیاتی اشاره کنیم که سالهاست توسط مشاغل و کسب و کارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در اصل معافیت از پرداخت مالیات یعنی عدم پرداخت مالیات توسط شرکت‌ها و کسب و کارهای شخصی که فعالیت‌های خاصی انجام می‌دهند یا درآمدهای خاصی دارند. باید به این نکته اشاره کنیم که تمامی مالیات دهندگان در احضارنامه مالیاتی خود استحقاق برخورداری از معافیت را دارند، اما در این میان برخی از شرکت ها وجود دارند که به صورت کلی وابسته به شرایط خاصی هستند، نیاز نیست مالیات بپردازند. منظور از معافیت و عدم پرداخت مالیات یعنی خروج از تعهد قانونی پرداخت مالیات درآمدها و سرمایه‌های برخی از منابع است. این قانون به منظور حمایت دولت از کسب و کارها و مشاغل خاص ایجاد شد و هدف اصلی آن تحت حمایت قرار دادن انجام برخی از فعالیت‌ها و مشاغل توسط دولت بود. از طرف دیگر این طرح با هدف تشویق کردن سرمایه گذاران، حمایت کردن از گروه های خاص، حمایت کردن از سازمان های خیریه و غیر انتفاعی، تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی توسط قانونگذاران ایجاد شد. همچنین قانونگذاران با ایجاد قانون معافیت مالی به دنبال دستیابی به تسهیل توسعه اقتصادی و کاهش بی‌عدالتی مالیاتی در کشور بودند. تمامی این اهداف به کسب و کارها و مشاغل شخصی کمک کردند تا بتوانند بدون نگرانی از پرداخت هزینه بالای مالیاتی فعالیت نموده و محصولات و خدمات مورد نیاز مردم را عرضه کنند. زمانی که یک کشور یا دولت برای شهروندان خود تعهد مالی ایجاد کند، در اصطلاح پرداخت مالیات تعبیر می شود. اصلی ترین قوانین تمامی تمدن‌ها از گذشته تا کنون پرداخت مالیات بوده است. به گونه‌ای که شهروندان نسبت به دولت خود موظف هستند تا عوارض غیر ارادی از درآمدی که کسب می کنند بپردازند. حتی در برخی موارد اشخاص باید مالیات بر دارایی به دولت پرداخت کنند که تمامی این پرداختی ها به عنوان مالیات در کشور شناخته می شوند. در این میان برخی از افراد و شرکت ها که از شرایط خاص برخوردار هستند می توانند مشمول معافیت مالی شوند.
افراد و شرکت هایی که مشمول این قانون می شوند قادر خواهند بود هزینه های خود را به میزان قابل توجه کاهش دهند. پس به طور کلی عدم پرداخت مالیات و معافیت از پرداخت آن هم به کسب و کارها و هم به افرادی که فعالیت خاص انجام می دهند کمک شایان می کند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات در کشور هستند، مگر اینکه دارای شرایط خاص باشند یا دولت آنها را از پرداخت مالیات معاف نموده باشد، همچون کشاورزان، مؤسسات دولتی و وزارتخانه های کشوری. البته باید بیان کنیم که تمامی مردم کشور بدون آنکه بدانند به دولت مالیات می‌پردازند، آن هم به صورت مبلغ اضافی که برای مواد خریداری شده از سوی دولت تبیه شده باشد. در این میان برخی از مشاغل وجود دارند که طبق قانون مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. این کسب و کارها و مشاغل عبارتند از صنایع کشاورزی، صنایع دامداری، صنایع کشتیرانی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، وام‌های مسکن و موارد دیگر است. غیر این موارد یاد شده، دیگر مشاغل و کسب و کارها ملزم هستند که مالیات خود را به دولت بپردازند. از نمونه مشاغلی که نیاز نیست اقدام به پرداخت مالیات به دولت نمایند، باید به میزان دستمزد و حقوق افرادی که در شرکت‌ها فعالیت می‌کنند اشاره کنیم. همچنین اشخاصی که بعد از انجام تحقیق یا پژوهش علمی جایزه دریافت کردند، افراد دیگری هم وجود دارند که با کشف کردن یا اختراع کردن یک وسیله به کشور کمک زیاد نمودند. این دسته از افراد نیز از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. حال شما دریافتید که تمامی کسب و کارها نمی توانند مشمول این قانون شوند. همچنین کسب و کارهای خاص که شامل این قانون می شوند باید از شرایط ویژه برخوردار باشند و همچنان معاف شدن از پرداخت مالیات از نظر مفهومی با مالیات نرخ صفر متفاوت است. بله بیننده های عزیز، امیدوار هستم که پکیج معلوماتی ما را دیده باشین و معلوماتی که ما بر شما البته جمع‌آوری کرده بودیم را بیننده بوده باشین. حالا میریم به یک میان برنامه کوتاه و در ادامه برنامه کار باش. بله دوباره خوش آمدید بیننده های عزیز به ادامه برنامه کاربار. امروز هم مهماندار هستم و در این بخش البته مهمانم بانو لاله زهره هستن که از طریق اسکایپ با خود داریمشون و نگفتن نمونه که رئیس نهاد دهاقین ولایت تخار هستن. سلام و خسته نباشین و ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردین. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، خدا کنه خوب باشین. سلامت باشین بانو زهره، میشه از وضعیت دهاقین ما در ولایت تخار بگوین؟ خوب در کل تمام مردم افغانستان در موضوع کاروبار یعنی مشکل دارن، ولی دهاقین بیشتر و دهاقین ما ایش توجهی نمی شود و دهاقین کسی است که بعد از او حمایت شود در عرصه که باشه. داقینی که در یعنی دور دست هستن اونا به آب سی مثلا به کلینیک به یک گپا ضرورت دارن با. در مورد کاروبارشان به تخم اصلاح شدن و به همه چیز ضرورت دارن که برای فعلا داقین امو چیزی هم که محصولاتی هم که داقین چی میکنه با. یعنی تولید میکنه و کدام بازاری خوبی هم نداره. به دلیل از اینکه کسایی که مثلا در روی بازار چی میکردن یعنی امون محصولاتی خدا به فروش میرسندن برای فعلا جمع شدن هیچ چیزی نیست و برش یک تایی که مردم به مارکت میره و بلد میشه تمامی محصولاتی از او شاید هم خراب شده به اسلام. بله میشه که در مورد این بگوین که دقیقا با چی تعداد از بانوان البته در کشت کار و زمین ها در ولایت زیبای تخار ما کار میکنن؟ خب بیشتر از مردا خانمای هستن که فعلا به گیرینوز ضرورت دارن، به باخچه های خانگی ضرورت دارن، ولی خب همون یک
کم و بیشی که خودشان به دست خودشان چی میکنن، یعنی که تو کار میکنن، اما هستی که برشان توجه شوه بیشتر از این خوبتر میشه. اما هیچ توجه به داخل بخصوص به خانم ها اصلا نیست. هرگز اصلا به خانم ها هیچ توجه نیست. بخصوص خانم ها داخل. بله، خب در این ولایت البته تخار کدام محصولات بیشتر طرفدار داره، به خصوص در قسمت ای که مثلا کشاورزی میشه و خانواده ها استفاده میکنن؟ خب در کل خوب از نگاه حبوبات میگین یا میوه‌جات؟ مرا میشه مشخص بسازیم؟ میوه‌جات تازه. ها، میوه‌جات تازه برای فعلا خوب خربوزه است، تربوز است و دیگه از این زردالو میگن، خوب بسیار زردالو، یعنی وطنی ما بسیار زردالوی قیسی میگن، بسیار خوبش است، اون مروج است. دیگه چی است؟ گیلاس است، گیلاس تاجیکی که از چند سال به این طرف دیجا رواج چیزه که بسیار یک گیلاسی خوبش است، یعنی نمتو کتا کتا و برنگ سیاه و برنگ سرخ بسیار مقبول. دیگه او را مراوش زیادتر همین میوه هست. سیب هم داریم، سیب در فصل باز دیره ماست. در این فصل خربزه است، گیلاس است و زردالو میگن او است. دیگه باز یالو است، سنالوالو میگن باز مراوش است که چی جور میکنن، یک چیزه به نام شربت میگن دیگه در روی بازار باز سودا میشه، زیاد استفاده میکنن مردم. بله، از این میوه‌جات که البته نام گرفتین، بله، از این میوه‌جات که شما نام گرفتین باز به خارج از کشور هم صادر میکنین؟ فکر کنم به خارج از کشور از نگاه از بادام و پسته و این گپا چی میکنن صادر میکنن، از این میوه‌جات فکر نکنم، به خاطر از اینکه این میوه‌جات هم داخل چی میکنن وقت زیاد نداره، این داخل دسترسی به هم نداره که مثلا یخچالا داشته باشن جای سردخانه های بزرگ. بله، از صادرات یاد کردین، به نظر شما در این اواخر صادرات افزایش یافته یا واردات؟ کدام به دسترس از جا کدام دستگاه ساخته شود که مثلا میوه خراب نشه و را بیل کنند به میوه بایگان چی؟ بله، فکر کنم که پرسش ما رو دریافت نکردین بنابر ضعیف بودن اینترنت. ما البته سوال ما دوباره میخوایم تکرار بکنم که از صادرات یاد کردین، به نظرتون دهی اواخر صادرات افزایش یافته یا واردات در کشور؟ دهی اواخر یعنی با فکرم صادرات، نه با اقتصاد کشور واردات خوب است که یعنی بله، بدون شک که واردات خوب هست و همچنان صادرات در کنارش البته قسم هستن که روی یک سکه و هم میتونیم واردات داشته باشیم و هم صادرات که روی اقتصاد کشور و همچنان توسعه اقتصادی نقش بسزای حائز اهمیت میباشه. البته بانو لاله گفته شنود ما ادامه خواهد داشت. بیننده های عزیز حالا میریم و یک میان برنامه کوتاه و در ادامه گفته ها و صحبت هایشان را خواهد داشتیم. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه و تشکر از اینکه تا حال بیننده برنامه خودتان برنامه کاروبار هستین. بنرولا میخوایم که البته در مورد این بپرسم که چرا مردم علاقه زیاد به میوه خشک دارن، البته تعداد از مردمی که در خارج از کشور زندگی میکنن؟ خوب مردم های مثلا کسایی هستن که زیاد به علاقه به میوه خشک مثلا بادام و چهارمغزی وطن بسیار یک چهارمغزی خوب داره، یک به نام توتی بیدانه میگن، یک میوه را که همراه با چهارمغز را استفاده میکنن. این میوه ها که هستن میوه خشک، این میوه باز یعنی خوب هم هست، باز بسیط انسان هم خوب هست، بازی را مردم خارج از کشور مردم زیاد علاقه مند است. بله، دیگه اگر رای صادرات رای از این باز شود که مثلا مردم بتانه وارد صادرات بکنه دیگه بسیار خوب است. بله، بانو زهرا میشه در مورد قیمت های میوه خشک بر ما بگوین، دلیلش چی است که بسیار از مردم گلمند از این هستند که میوه خشک بخصوص بادام خیلی قیمت است؟
به خاطر قیمتیش میگی خواهر بادام، به دلیل از اینکه می چی است او زیاد چی میشنه به طرف پاکستان میره. مثلا در این وقت پاکستان برای ما چی بگویم دیگه توشلا و پاکانه روان میکنه، ولی بدل از این بادام و مثلا مغز چهار مغز و کشمش و توتی بدانه ما را میبره. این تو بدبخت است. بله، به نظر شما چگونه البته این قیمت ها را کاهش پیدا کنه یا باید کدام کارا را انجام بدیم که قیمت ها کمتر شه و مردم بیشتر بتونن از بادام و همچنان میوه های خشک دیگه استفاده بکنن؟ خب اگه به خارج از کشور زیاد چی نشوه، یعنی صادر نشوه، طبعا ارزان میشه. باز همه چیز مرقم است، همه چیز که وقتی که به بیرون از کشور صادر نشوه چی نمیشه، قیمتش پایان میاد. ولی وقتی که به خارج از کشور زیاد میبرن، بازی جا طبعا قیمت میشه، کس خریده باز نمیتونه. همیال بادام یک مثلا یک کیلو بادام، همیال یک کیلو بادام چی است؟ 800-900 رو پس. بله بله، خوب است که البته تولیدات ما زیاد شد و هر قدر که تولیدات زیاد باشه مطمئنا قیمت ها پایین میاید و هم میتونه مردم ما البته هموطنان ما استفاده بکنه و همچنان مردمی که در خارج از کشور زندگی میکنن. بون زهره، در مورد حمایت هایتون بگوین که آیا از سوی نهادهای کشاورزان ما به خصوص خانما حمایت میشن؟ ما عزیزم یک نهادی به نام داقین مقیم ولایت تخار داشتیم قبلا، یعنی قبل از جمهوریت برای ما از داقین حمایت میکردیم، ولی در فعلا هم که اگر ما را مثلا حمایت نمیکنن، ما خودمون داقین حمایت میکنیم. فعلا ما پارسال برشون دفرفار یک چند تا گرینه ساخته بودم، دو تا سه تا باغچه های خانگی برای خانم ها ساختیم. دیگه خانم هایی که شاورز مثلا میوه گیاه های خشک که جمع آوری میکنن، وقتی که به دسترس ما میارن ما را به فروش میرسنیم و خوب است. ما فعلا هم از داقین چی میکنیم، از خانم های داقین البته باید میکنیم، یک برای از یاد تخم اصلاحشیده را گاهی برشان توضیح میکنیم. بله، واقعا که کارتون در خور ستایش است. بانو زهره عزیزی، بگویید که دولت چقدر از کشاورزان ما به ویژه بانوان حمایت میکنن؟ والا ما در این مورد چیزی گفته نمیتونم، مگر بگم هم نمیکنم حمایت. دو قدر حمایت نیست که حمایت از کشاورزی میشید، برای فعلا ما شما بسیار پیشرفت میکردیم. خانم ها خونه میتونن که بیرون مقدر براین و کار بکنن، برشون خیلی سخت است. بله، امیدوار هستم که دولت من بعد البته تلاشای خود به خاطر حمایت از بانوان داشته باشد، به خصوص بانوانی که در البته زمین های و همچنان ولایت های دوردست و در کنارش با در زمین هایی که خب هوا خیلی گرم شده کار میکنند و باید ازشان حمایت صورت بگیره. در موردی بگوین که چه چالش هایی است در ولایت تخار ما که خانم هایی که البته در روی در سر زمین ها کار میکنند با مشکلات البته دارن مشکلات و چی چالش هایی را دارن؟ چالش ها بیاد است، زیاد است چالش ها. مثلا خانم ها نمیتونن که وطنهایی مثلا بدون ایجاد بدون از اینکه روی بند داشته باشن و مثلا زمین ها را نمیتونن اونا مثلا براون کار بکنن، بعد تک مورم امرایشان باشه، بعد ایجابشان مراد شوه. دیگه در ضمن داقین برای فعلا هیچ وضعیت خوبی نداره، مخصوص خانم ها. بله، میشه که در موردی بگوین که با این مشکلات بله با این مشکلات بون زهره چگونه مقابله بکنین؟ البته بالای از این مشکلات اگر بخواین غلبه بکنین، کدام راهکارها را پیشنهاد میکنین خودتان؟ یعنی تا حال یعنی کدام کارها را خودتان انجام دادین که از این مشکلات دور شدین یا با این مشکلات و چالش ها مقابله کردین؟ خواهر، من یک موضوع را براتون یادآور شوم، مگر ما و شما با اون قیقب فکر کنیم، ما برای فعلا از بطن جامعه عصف شدیم. هیچ برای ما کدام چی نیست که ما مثلا بتانیم کار بکنیم یا برای مسخانه یا بعضی کار را بکنیم. اما
آمدیم در مورد خانمای داقنه، خانمای دقان اگر نباشه ما هیچ چیز پیدا نمیکنیم که مثلا بخوریم. ما میتونیم پیشنهاد بکنیم برای کسایی که مثلا از خانمای داقین حمایت میکنن، برای از وا پیشنهاد ما همی هست که اینمی نهادایی که مثلا هست اینمی نهادا را تقویت بکنن و اینمی نهادا میتونه که مثلا داقین را تقویت بکنه. مثلا ما قبل از چی در جمهوریت ما یک مکتبی به نام مکتب داقین داشتیم که یا ارتباط میان داقین و برای از وا ما مثلا بعضی روزای برشان یگان ورکشاپ میگرفتیم که اونا میآمدن در مورد اینمی کشت و زراعت و اینمی گپایشان که مثلا دواپاشی و اینمی چیزا رو ما برشان یعنی تمرین میکردیم یاد میدادیم و اونا میآمدن و دفتر ما برای فعلا دیگه هیچ چیزی وجود نداره، نه دفتری هست کپی هست دیگه و ما در خانه هم که هستیم ما نمیتونیم که مثال هر کاری را پیش ببریم. مشکل است. بله واقعا مشکل است. امیدوار هستم که مشکلات حل شود و شما بتانین که البته راحت کارتان را انجام بتین. بانو زهره میخواییم در مورد فرایند البته محصول از شما پرسم که یک محصول کدام فرایند را طی میکنه تایی که به بازار عرضه میشه؟ خوب یک محصول در ابتدا وقتی که او محصول چی میشه باید او را اینی از هر نگاه نگهداری شود، بخاطری که مثلا در افغانستان آفت ها زیاد است. بعد آفت ها وقتی که میره که وقتی در زمین کشت میکنن بعد او را بعد سیب تا وقتی که او به پختگی میرسه بعد دوا زده شوه و نگهداری شوه برای از او پود کیمیایی زده شوه تا اینکه او به دسترس مردم پخته شوه یا به دسترس مردم قرار بگیره. وقتی که توجه صورت نگرفت مثلا اگر خواسته باشی از زنبو حاصل 100 سیر بگیری وقتی که توجه صورت نگرفت مثلا 20 سیر 30 سیر هم گرفتن نمیتونی، یعنی 70 سیر تلفات دارن. بانو زهره البته در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و اگر حرف یا گفتنی بر افراد مسئول و همچنان هموطنان ما دارین کمری ما در خدمت شماست. خوب اگر کسایی که مسئول هستن میتونن برای خانمای داقین توجه بکنن، من از اینا خواهش دارم که دیگه نمی بعضی تبعیضای نژادی را کنار بگذارن و خانم‌ها هم نیمی از پیکر جامعه هستن، باید که برای از یاد توجه صورت بگیرد چون یا به کار بار خود ادامه بدن و به می زندگی خود امیدوار شوند. من خواهش میکنم که بخصوص به خانمای داقین توجه صورت بگیرد. بله سلامت باشین از اینکه وقت گذاشتین تا همراه شما گفت شنود در مورد کار کرده و فعالیت هایتان داشته باشیم. وقتتان بخیر. سلامت باشین. بله بیننده های عزیز، امروز مهمان ما البته بانو لاله زهره بودند که در مورد وضعیت کشاورزان ما در ولایت زیبای تخار صحبت کردیم و شما هم البته در مورد چالش ها و مشکلات و اینکه چگونه با این مشکلات مبارزه کردند و عملا هنوز هم کار میکنند واقعا که کارشان ستودنی هست. بیننده های عزیز، این بود داشته های امروز برنامه کاربار. تا برنامه فردا، خداوند نگهدارتان.